مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستداران کلام الله مجید. الله رو شاکریم از اینکه یک بار دیگر توفیق خدمت به کلام الله مجید و به شما خوبان نصیب به ما و همکاران بنده گشت در یکی دیگر از برنامه‌های روحانی قرآن کریم و سعی میکنیم انشاءالله در این برنامه به همراه شما عزیزان آموزش روحانی قرآن کریم رو قدم به قدم با هم دیگه پیش بریم با امید آشنایی بیشتر با کلام الله مجید و تلاوت دقیقتر و صحیحتر و استفاده بیشتر از مفاهیم بالای کلام الله مجید بعد از یادگیری و روحانی و روانخوانی. اگر ما رو همراهی کرده باشید در برنامه های گذشته، در چند برنامه گذشته که من و همکاران بنده در خدمت شما عزیزان و خوبان بودیم، ما درباره مقدماتی از روحانی قرآن کریم مباحثی رو آغاز کردیم و همچنان در همون سلسله مباحث به همراه شما عزیزان پیش خواهیم رفت و ما از تفاوت الفبای فارسی با عربی صحبت کردیم که الفبای فارسی 4 حرف پ، چ، ژ و گاف رو بیشتر داره از حروف الفبای عربی و به همین خاطر الفبای عربی 28 حرف در مقابل 32 حرف حروف الفبای فارسی. درباره فتح، کسره و ضمه سخن گفتیم و همچنین درباره ساکن و تشدید و انشاءالله در برنامه امروز هم سعی میکنیم به این موارد مورد جدیدی رو اضافه بکنیم. اما قبل از اون انشاءالله به همراه شما عزیزان مروری خواهیم داشت بر آنچه که در برنامه های گذشته به همراه شما عزیزان آموختیم و به خاطر اینکه هم تأکید بیشتری شده باشه از اونجایی که الفبای اولیه روحانی قرآن کریم بسیار مهم هست، ما تأکید میکنیم باز هم بر این موارد و چون انشاءالله عجله نیست در کار، همین که کار شروع شده همون نیت انشاءالله برای ما اجر پاداش رو خواهد داشت. از اونجایی که این موارد بسیار مهم هستن، ما باز تأکیدمون روی این موارد بیشتر هست در جلسات ابتدایی راه و انشاءالله به مرور زمان دیگه به وارد روحانی که بشیم انشاءالله آیات رو پشت سر هم شروع خواهیم کرد و سوره های رو انتخاب میکنیم انشاءالله برای روانخوانی به همراه شما عزیزان ادامه خواهیم داد تا به مبحث تجوید برسیم انشاءالله. میام برای میکروتایه رو میبینیم به همراه شما شروع میکنیم مختصری از آنچه که در برنامه های گذشته مطرح شد رو انشاءالله برای اون عزیزانی که شاید در برنامه‌های گذشته همراه ما نبودن یا شاید یک برنامه‌ای از اونها ترک شده باشه یا شاید بودن و دوست دارن دوباره تمرینی باشه و تکراری باشه برای آنچه که گذشت، ان شاءالله بعد از میان برنامه مرور می‌کنیم آنچه رو که در برنامه‌های گذشته مطرح شد و ان شاءالله باز درس جدید رو هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة أتسار في درب النبي صحب وأشرف تقى قوموا إلى الدرب المضي نسمو ونرقى في علا ونعانق رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هیچ گروهی در خانه ای از خانه های الله گرد هم نمی آیند و به قرائت قرآن و تعلیم آن مشغول نمی شوند مگر این که آرامش بر آنها فرود می آید و رحمت الهی آنها را در بر می گیرد و ملائکه آنها را احاطه می کنند و الله متعال در جمع کسانی که نزد او هستند از آنها به نیکی یاد می کند. نحيا ونرشف من شذا
هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. بعدستان مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان، در برنامه های گذشته درباره فتح صحبت کردیم، حرکت فتح رو معرفی کردیم و گفتیم فتح در معنای لغویش و معنای باز شدن و گشوده شدن هست و از اونجایی که در هنگام تلفظ این حرکت دهان باز میشه، هر حرفی که این حرکت روی اون قرار بگیره به اون فتح میگن. تصویرش رو با هم دیگه میبینیم انشاءالله. این حرکت فتح یا زبر بود و اگر این خط سرخ پایین رو ما یک حرف در نظر بگیریم، آنچه که به این شکل، حرکتی که به این شکل بر بالای حرف قرار میگیره به اون فتح گفته میشه. مثالهاش مثلا ما در الفبای عربی اگر بخوایم نحوه قرار گرفتن حرکت فتح رو ببینیم، به این شکل خواهد بود: حروف الفبای عربی به همراه فتح و نحوه تنفذشون هم میگونه است که فقط یک صدای ا به خود حرف اضافه میشه. مثلا ما در حرف الف اگر بخوایم به همراه فتح تلفظش بکنیم میشه ا ب ت س ج ح خ، و باید دقت بکنیم که زیاد نکشیم اینو، چون اگر زیاد کشیده بشه با صدا حرکت صدای کشیده پیدا میکنه که درس امروز ماست. انشاءالله درباره حرکات کشیده و صداهای کشیده صحبت خواهیم کرد، آ ای او و چگونه نوشته میشه، چگونه تلفظ میشه. فقط فتحه رو باید مد نظر اون باشه، چه فتحه چه کسره و چه ضمه، که فقط یک صدای کوتاه هست. اینها صداهای کوتاهی هستند که زیاد کش پیدا نمی کنن. در تلاوت سوره حمد هم مثلا ما این مشکل رو احیانا بعضی از عزیزان دارند که این حرکات فتحه کسره و ضمه رو کش میدن. یا در کل قرآن کریم این بسیار مهم است. من بازم تاکید میکنم روی این مسئله که نباید زیاد کشیده بشه، فقط یک صدای ا اضافه میشه. برگردیم به حروف حرف با حرکت فتحه. در حرف دال د ذ را ز س ش ص و ط و ع غ ف ق ک ل م. ببینید من زیاد نمیکشم اینا رو، نمیگم ل م اینجوری، نه، فقط یک کوتاه ل م ن و ه ی. و برای مثال هاش هم کافیه که ما نمونه چند تایی از آنچه که ما قبلا هم ذکر کردیم برای شما مرور میکنیم. مثلا در مثال هایی که پیش رو دارید، ما چند نمونه مثلا همین ردیف اول رو با همراه شما میخونیم. مثلا را ز ق را ز ق، یکی یکی حرفا خونده میشه، بعد به هم میچسبه. در اصل باید بچسبونیم به هم، اما به خاطر اینکه راحت تر خونده بشیم میتونیم یکی یکی اول برای تمرین داشته باشیم. را ز ق را ز ق ز را ع ز را ع د ا ب د ا ب را ا ف را ا ف ذ را ق ذ را ق د را ج د را ج را ا س را ا س ذ را ا ذ را ا د ا م د ا م را د ا ذا رافا دارا ا رازما وزنا دراسا. اینا نمونه هایی از حرکت فتحه بود به همراه الفبای عربی. وقتی که حرکت فتحه پس قرار میگیره بر روی حرفی، فقط یک صدای ا دهان گشوده میشه به سمت بالا و یک صدای ا فقط اضافه میشه و سعی باید بکنیم که زیاد هم این حرف رو کش ندیم. حرکت بعدی که ما در برنامه گذشته به همراه شما عزیزان مرور کردیم حرکت کسره بود. با هم میبینیم این حرکت رو. حرکت کسره که نام دیگرش زیر هست، از اونجایی که در زیر یک حرف قرار میگیره، اگر این خط سرخ رو یک حرف ما تصور بکنیم و فرضش کنیم،
حرکت کسره در زیر اون حرف قرار میگیره از لحاظ شکل و شمایل. این حرکت مثل حرکت فتح است در شکلش، در نوشته کتابتش، اما در زیر حرف قرار میگیره. تفاوتش این است در تلفظ هم حرکت کسره، چون کسر به معنای شکستن هست، در تلفظ هم گویی که میشکنه زبان در هنگام تلفظش و صدا به جای اینکه بالا بره ا، این دفعه پایین میاد ا، به این شکل میشه. یک صدای ا نباید زیاد کشیده بشه، ای نشه، ا. حالا مثال هاشو در حروف الفبای عربی با هم ببینیم. در حروف الفبای عربی وقتی که این حرف در زیره، ببینید اینا همه در زیره حرف قرار گرفته، فتحه بالا بود، کسره در زیر قرار میگیره. در هنگام تلفظ حروف الفبای عربی به همراه حرکت کسره این گونه تلفظ میکنیم که مثلا ا، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ. ببینید زیاد نمیکشیم، نشه دی، نشه دی، د، دی، د. دو تا فرق با هم، این دو تا با هم فرق میکنه، دو تا فرق دارن با هم. د، دی، دی کشیده میشه که اون صدای کشیده ای ایجاد خواهد شد کن درس های بعدی بس. د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ض، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، و، ه و ی. اینها حروف الفبای عربی بودن به همراه حرکت کسره و حرکت کسره به این شکل خوانده میشه و کلماتی هم که به هر حال با حرکت کسره قرار میگیرن به همین شکل فقط صدای ا قرار میگیره، ا میگیره و زیاد نباید سعی بکنیم که بکشیم. ما نمونه چند تا مثال رو با هم دیگه از حرکت فتح و کسره با هم ببینیم و انشاءالله باز حرکت زمر. مثلا اگر این کلمه رو بخوایم بخونیم بعد پوزش، ا، ذ، ن، ا، ذ، ن، ا، ذ، ن. کسره روی ز، زیر حرف ز قرار گرفته و یک کمی صدا کشیده میشه، ذ، ا، ذ، ن. کلمه بعدی رو با هم میخونیم، را، ح، م، رحمه، رحی نشه، رحمه، س، خ، ط، سخطا، سخطا، خ، س، را، سی نمیشه، خ، س، را، خسرا، خسرا، م، ل، ک، ملک، ملک. اینها یا ملک، صحیح ترش ملک است. این هم نحوه تلفظ حرکت کسره بود که به همراه شما عزیزان در برنامه گذشته من گذرا از این مباحث رد میشم، چون اینها رو ما در برنامه گذشته به تفصیل درباره صحبت کردیم. و به جز حرکت فتح، کسره، حرکت دیگری هم جز حروف، جز حرکت های کوتاه حساب میشن و گفته میشن. اینا حرکت هایی هستن که زیاد کش پیدا نمیکنن، بخاطر اینا کوتاه میگیم که زیاد کش پیدا نمیکنن. در مقابل این حرکات کوتاه شبیه همین ها رو ما حرکت های کشیده رو باز داریم که انشالله بهش میرسیم. حرکت سومی که از حرکات کوتاه به همراه شما عزیزان در برنامه گذشته مرور کردیم حرکت ضمه بود، به تعبیر دقیق عربیش با تلفظ عربی ضمه، در فارسی که میگیم ضمه. و این حرکت همونجوری که با هم ببینیم، یک واو هست، یک واو کوتاه، یک واو خیلی کوتاه که بر روی حرف قرار میگیره، یک واو کوتاه هست بر روی حرف قرار میگیره و بهش پیش هم میگن، چون در هنگام تلفظ این حرف لبها پیش میاد به هم و جمع میشه. ضمه یعنی جمع شدن و پیش آمدن لبها. این حرف وقتی که روی الفبای عربی قرار بگیره، یعنی روی 28 حرف، در هنگام تلفظ اون حرف ما لبهامون جمع میشه و یک صدای اوی بسیار کوتاه کشیده نمیشه، صدای کوتاهی خارج میشه از دهان و تلفظش به همراه حروف الفبای عربی این گونه خواهد بود که اگر روی الف قرار بگیره، با هم ببینیم این سفر رو، اگر روی الف قرار بگیره، او، او، فقط او، او نشه،
ببینید تلفظ دقت بکنید، یک او داریم یک او داریم، او بو تو سو جو حو خو دو. این کلمه دو رو مثلا یک نمونه مثالش در مثلا حروف در سوره مبارکه حمد، ما عزیزان در سوره مبارکه حمد وقت تلفظ میشه بارها مشاهده کردیم، در برنامه گذاشتم که عزیزان سوره حمد تلاوت میکردن، مثلا در کلمه ایاک نعبدو ایاک نعبدو میخوندن، ایاک نعبدو دال ایاک نعبدو 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 ایاک نعبدو ایاک نعبدو، دالو نباید کشید، یکی نعبدو هست یکی نعبدو، نعبدو نعبدو. این نعبدو اگه شد اشتباه میشه، چون اینجا ضمه فقط یک حرکت کوتاه هست، حرکت کوتاه کش پیدا نمیکنه. نعبدو بو دو با به هم مثلا ضمه داره، دال هم ضمه داره، این ضمه فقط یک حرکت کوتاهه که یک حرکت کوتاه هست و زیاد طول پیدا نمیکنه. نعبدو نباید بشه نعبدو، نعبدو نشه، نه این اشتباه است. مثلا نعبدو هم اشتباه است، نعبدو نه نعبدو نعبدو نعبدو. برگردیم به حروف الف با دو ذو رو زو سو شو سو ضو طو ضو او غو، اینا هیچ کدوم کش پیدا نمی کنه، خیلی حرکت کوتاه فقط. فو قو کو لو مو نو او هو وو، با الف که باشه میشه او، با واو میشه وو، وو نمیشه وو، وو فقط دو تا واو هست، درسته این حرکت ضمه است این واو، اما کش پیدا نمی کنه. چه موقع کش پیدا می کنه اشاره بهش میرسه. و هو یو هو یو، اینم از نحوه تلفظ حرکت ضمه بود که در برنامه گذشته با صحبت کردیم، و مثال هایی که هم حرکت فتحه و هم کسره و هم ضمه در اون هست رو به عنوان تمرین پایانی این سه تا حرکت با هم دیگه یک مروری میکنیم، این سفر رو با هم ببینیم. در این کلمات هم فتحه هست هم کسره هست و هم ضمه هست. من به همین خط اولش اکتفا میکنم که بریم سراغ تمرین بعدی. مثلا اینجا او او ث را او ث را او ث را تو ل ب تو ل ب تو ل ب خو د ع خود ع خود ع بو ه ت بو ه ت بو ه ت ضو می را ضو می را ضو می را. و ادامه کلمات چون ما اینها در برنامه گذشته خوانده شده، من از تکرار مجدد اونها پرهیز میکنم. اینها سه حرکت کوتاهی بودن که از فتحه، کسره و ضمه به همراه شما عزیزان مرور کردیم در برنامه گذشته، و نحوه تلفظش رو هم حتما عزیزان انشاءالله یاد گرفتن، چون در چندین بار داره تکرار میشه. در برنامه قبلی آخرین برنامه که داشتیم به همراه شما عزیزان موضوع حرکت ساکن رو به همراه شما، حرکت که نگیم چون علامت ساکن، چون حرکتی نیست ساکن، ساکن حرکتی نیست، چون همون سکون یعنی عدم حرکت. علامت ساکن علامتی هست که این علامت همونجوری که از اسمش برمیاد نشان از سکون داره، ساکن یا سکون هر دوتا اطلاق میشه به این علامت. و از اونجایی که حرکتی نداره، اون حرفی که این علامت روی اون قرار گرفت اون حرف از خودش یک حرکت نداره، یعنی اینکه نیاز داره که این از اونجایی که خودش حرکت نداره نیاز داره که یک حرف دیگری این رو به حرکت در بیاره، نیاز به یک نیروی دیگه داره که این رو به حرکت در بیاره. ما در فارسی هم یک چیزی که ساکن هست نیاز به یک نیروی داره که این رو حرکت بده، و در خود مصحف هایی که به حال مختلف وجود داره شکل های مختلفی پیدا میکنه، اکثرا به شکل یک دال کوچک هست. حالا شکلش رو به هم ببینیم. این حرکتی که این علامتی که میبینید علامت سکون یا ساکن، به هر دو حرف اطلاق و هر دو اسم اطلاق میشه روش، سکون یا ساکن. و این علامت هم
همونجوری که در تصویر میبینید بالای یک حرف قرار میگیره. اگر این خط سرخ رو ما یک حرف فرض بکنیم، این علامت بالای اون قرار میگیره. یکی از این دوتا است. هر دوتاشون اینجا یا غالبا، یعنی اکثرا به شکل یک دال، این شکل سمت راست، به شکل یک دال کوچک، یک دال کوچک که حالت مایل داره، به شکل یک دال بسیار کوچک بر بالای یک حرف نوشته میشه. یا احیانا در برخی از نسخه‌های قرآن، در برخی از نسخه‌ها به شکل این صفر یا پنج عربی، پنج در عربی هم به این شکل نوشته میشه، یک دایره تو خالی به این شکل هم نوشته میشه، ساکن یا حرکت سکون. این حرکت غالبا به شکل این شکل اولی که میبینید سمت راست، به این شکل این دال، به این شکل کتابت میشه. و خب این حرکت وقتی که این علامت، من میگم حرکت، این حرکت درست نیست تعبیر حرکت، این علامت وقتی که روی یک حرفی قرار بگیره، از اونجایی که نشان از سکون اون حرف داره، ما نیاز داریم که این رو به تعبیر، حالا بگیم ساده ترش، هل بدیم. به تعبیر فارسی خودمونی، یک چیزی مثل یک ماشینی که ساکن وایستاده، یک چیزی حرکت نداره، ما از پشت بعد اینو هل بدیم به همراه اون نیرویی که از پشت سر به این وارد میشه. در تلاوت هم ما حرکات، کلماتی رو که اون حروفی رو که ساکن هستن، چون خودش نمیتونیم، ما حرکتی از خودش نداره که ما بخوایم تلفظش بکنیم، این نیاز داره که ما از حرکت ما قبلش کمک بگیریم، حرکت ماقم رو امتداد بدیم، بچسبونیم به این حرکت. یعنی از پشت سر هر چیزی که ماقبل این حرف، هر حرفی که علامت ساکن روی اون قرار گرفت، ما نگاه میکنیم ماقبلش، حرکت قبل از اون، حرف قبل از اون چه حرکتی داشته، همون حرکت رو ادامه میدیم تا بچسبونیم به این. حالا چطور؟ این رو در مثالها با هم دیگه میبینیم. به عنوان مثال اگر ما روی حروف الفبای عربی ساکن، علامت ساکن قرار داشته باشه و ما قبلش الف فتحه دار باشه، این یه مثاله، همیشه اینطور نیست. یک مثال اگر بخوایم مثلا نمونه ذکر بکنیم، اگر حرکت هایی که ساکن دارن، ما 28 تا حرف رو به همراه ساکن مرور میکنیم، اما خب ما قبل از این حرکت میتونه یک حرکت فتحه باشه، میتونه یک حرکت کسره باشه، یا میتونه یک حرکت ضمه باشه و میتونه هر حرف دیگری هم باشه. یعنی از 28 حرف عربی میتونه هر کدوم از این 28 حرف باشه و یا یکی از حرکت‌های فتحه، کسره و ضمه. به عنوان نمونه ما حرکت فتحه رو به همراه الف انتخاب کنیم، که اگر مثلا یک حرف ساکنی ما داشتیم و ما قبلش فتحه بود، به این شکل تلفظ میشه. ببینیم این مثال‌ها رو با هم. مثلا این حرکت، الان ما دو تا الف داریم، الف حرکت اولی که فتحه داره. خب ما می‌دونیم که گفتیم همین چند لحظه پیش که وقتی که یک حرکتی، یک حرفی از حروف الفبای عربی حرکت فتحه داشت، ما میگیم ا. این خب این الان تلفظ این الف سمت راست هست، ا. خب این یکی دومی چون ساکن هست، این ساکنه، به همراه این باید خونده بشه، بعد اینو بچسبونیم به این. چطور میشه؟ ا ا ا، تنها نمیشه ا ا. اما باید سعی بکنیم حرکت دوم زیاد حرکت باز پیدا نکنه. مثلا مثال دوم باز واضح‌تر خواهد بود، خودشو بهتر نشون میده. اینجا الان الف که اگه فتحه داره، خب ما میدونیم میشه ا، همون ا. به ساکن رو چیکار باید بکنیم؟ باید از این حرف قبلش کمک بگیریم و این رو بچسبونیم به این ب. چطور؟ اینطوری مثلا اب اب. البته ب یک کمی تکون میخوره در هنگام تلفظ. ما در ادبیات، در تجوید و قواعد تجویدی ان شاء الله مفصل به این موضوع خواهیم پرداخت که تفاوت حروف ساکن، بعضی هاشون یک کمی در تلفظ تفاوت دارن که به قطب جد مشهورن و 5 تا حرفن. اینها رو باز ان شاء الله سر فرصت بهش خواهیم پرداخت. عزیزانی که اهل فن تجوید و قرائت هستن زیاد به ما خورده نگیرن، چون ما در ابتدای راه هستیم، بعدا ان شاء الله اینها رو باز بیشتر تاکید خواهیم کرد. خب الان مثلا برگردیم، کلمه ب رو به همراه یک فتحه، اگر ما قبلش الفی باشه که فتحه داشته باشه، اینگونه میخونیم: اب اب اب، ات ات. این ت رو نباید زیاد بکشیم، ات نشه. باز بعضیا این رو اینجوری میخونن، ات ات. ت نباید کسره پیدا، اگه ت شد که باز کسره پیدا میکنه. ات ات، اس اس، اج اج، اح اح،
اخ اخ. این خ چون خودش حرکت نداره ما باید از ما قبلش، حالا مثلا شاید این اصلا اگر این الف جاش یک حرکت دیگه بود به جای فتحه مثلا او داشت ضمه داشت میشد اخ، اگر کسره می داشت میشد اخ، یا شاید مثلا قبلش اصلا یک ب می بود بخ بخ یا بخ، این مهم نیست. مهم اینه که بدونیم ما حرفی رو که حرکتی رو که مثل خ اینجا الان ساکن هست باید به همراه ما قبلش بخونیم، به همراه حرکت ما قبلش، حالا هر چی میخواد باشه، چه فتحه باشه چه کسره باشه و یا چه ضمه باشه و یا هر حرفی هم که باشه. بریم سراغ خط بعدی. در دال مثال دال ساکن اگر ما قبلش مفتوح باشه فتحه داشته باشه اینجوری میشه اد 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 اد. ببینید این ذ ذال، این ذال نباید زیاد حرکت میکنه، از از اذه نشه، اذه نشه، اذه یا اذه یا اذ اذ. ار ار از از ز همینجوری میمونه، اس اس اش اش اس اس. بریم خط بعدی. اونجا کمی ساکن ها رفتن چسبیدن به سقف، این ساکن ها باید پایین تر می بود، حالا شما خورده نگیرید. او او ات ات، این تا یک کمی حرکت می کنه در انگام سکون چون اون جزء اون پنج حرفی هست که گفتم باز در تجوید بهش بیشتر این شرا خواهیم بسید. او او اذه نشه، ا ا ا ا ببینید او فقط یک صدای غ میاد میفهمی آخرش غ است. اف اف فرق میکنه. ببینید یک تفاوتی هست بین اف و افه، اگر مثلا افه افه نباید بشه چون این ساکنه حرکت نداره هیچ. اف اق اق اک اک ال ال ام ام ان ان. اینکه کلا ساکنش رفته از خط پیده بیرون، این مال اشتباهی تایپی ماست، این نون رو شما ساکن فرض کنید. ان در مثلا سوره حمد، ما در سوره حمد یکی از مسائلی که عزیزان در همین ساکن بارها هم تذکر داده شده، مثلا کلمه ان امت ان امت، اینجا الف ان همزه فتح داره بعدش نون ساکنه ان تمام. ان همین که میاد زبون به اون مخرج اون حرف میرسه همونجا وای میسته دیگه، چون حرکت نداره وای میسته. ان تمام، این تموم میشه. بعد عم چون میم با ساکنه، ان عم تا ان عم تا ان عم تا ان. بعضیا حواسشون نیست دقت نمیکنن میشه ان عم تا علیه، میگن انعمت انعمت علیهم انعم ان. یک کمی نون رو حرکت کسره بهش میدن، این یکی از اشتباهاتی که خیلی شایعه در تلاوت سوره مبارکه، هم حرکت دادن کلمه نون در انعمت ان عمت من ان تمام ان عمت ان نباید بشه، نمیگیم انعمت انعمت انعمت، نه اشتباه میشه. ان عمت ان عمت، اینها رو بعد دقت بکنیم. ساکن پس وقتی میگیم ساکن، یک حرکتی یک حرفی وقتی ساکن هست دقیق روش باید وایستیم، حرکت نباید بدیم تا میتونیم با سعی بکنیم که حرکت پیدا نکنه. برگردیم مثال های آخر هم باید ببینیم. در واو ساکن او 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 اه اه ای ای، اینها مثال هایی هستن که برای حرف ساکن بعد مد نظر عزیزان باشه. حالا در کلمه هم ما اینا همه آن چیزی که ما در برنامه‌های گذشته درباره صحبت کردیم، باز هم برای تاکید بیشتر برای عزیزانی که شاید دوست دارن بیشتر یاد بگیرن و عزیزانی که نبود، در مثال‌هایی که مثلا در جمله چطور استفاده میشه، مثال‌هایی که در جمله ساکن هست با همین مثال‌ها رو ببینیم. مثلا ما کلمه این کلمه رو که سمت چپ هست اگر بخوایم بخونیم، خب فکر خودش یک شخصیت مستقله بر خودش، یک حرکت داره، یک ف فتحه داره میشه ف
اما اینجا ما غین رو داریم، غین که به همراه را هست، غین خودش چون ساکن هست، چون غین ساکن هست باید به کمک ما قبلش خونده بشه، باید به کمک این را خونده بشه. رغ رغ این را رو میچسبونیم به غین، به غین رغ ف رغ تا تا هم که خودش یک حرکت مستقل داره و فتحه داره و همون خونده میشه. پس اینجا حواستون باشه که این غینی که در این کلمه فراغ تا هست، این غین چون این ساکن داره، بالا سرش ساکن هست، به کمک ما قبلش باید تلفظ بشه چون حرکت نداره خودش. به این شکل مثلا فراغ تا فراغ تا فراغ تا ببینین فراغ تا فراغ تا فراغ تا فراغ تا اینجا ره بچیم غین میشه است. پس همیشه حرکت ساکن به کمک ما قبلش خونده میشه. کلمه بعدی مثلا در ابتدا ما این رو داریم که این این ساکن هست و به همراه ما قبلش باید خونده بشه. یا یا لامو یا لامو یا لامو. میم رو نباید بکشیم اینجا، زمه داره، یا لامو نشه، یا لامو یا لامو. خیلی فرق میکنه این دوتا تلفظ با هم. مو 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 هست، مو نیست، مو زمه هست، صدای کوتاه هست، نکشیده. یعلمو 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 یعلمو. کلمه پایانی در این صفحه ا ذن ذن. نون ساکنه، نیاز داریم از قبل از حرکت ما قبلش کمک بگیریم، هلش بدیم، از ما قبل کمک میگیریم، با نیروی ما قبل میبریمش جلو. ا ذن ا ذن ذن. نون هم نباید حرکت بکنه، نشه ذن 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 تا ذن تا. همین که زبان به مخرج نون رسید نگرش میداریم همونجا. ذن تا اذن تا اذن تا اذن تا. این نحوه تلفظ حرکت ساکن در کلمه است. مثال بعدی رو با هم ببینیم. در مثال‌های بعدی روی ساکن باید خیلی دقت کنید عزیزان، چون ساکن بر خود فهم درست نحوه تلفظ حرکاتی که ساکن دارن، علاوه بر اینکه در خود ساکن ما نیازش داریم، خود تنها خود علامت ساکن به تنهایی، تشدید هم از خانواده ساکنه و تنوین هم از خانواده ساکنه باز، و باز در مد هم ما باز بحث ساکن رو داریم، یعنی بحث بسیار زیربنایی مهمی است مسئله ساکن. حالا انشاءالله تشدید رو هم بعد از این باشون در جلسه قبلم توضیح دادیم بهش میرسیم که ببینیم که اصلا کلن تشدید همون ساکنه در است. تشدید یک نمونه ای از ساکنه، فقط تفاوتش اینه که در تشدید اون حرف ساکن و حرف متحرک ما قبل هر دوتا از یه جنسن، یعنی هر دوتا یک حرفن، هر دوتا یک حرفن، فقط فرقش همینه با ساکن عادی میشه تشدید، فرق دیگه با این نداره. پس این مثال دیگه ببینید، چند تا مثال دیگه با هم ببینیم. در این کلمه ای که در اول این صفحه میبینید، اینجا ما سه تا حرکت ساکن داریم، سه تا حرکت ساکن داریم، یکی روی ر، یکی روی لام، یکی روی میم، و ما همه اینها رو باید به کمک ما قبلشون بخونیم. به این حالت به این شکل میشه تلفظش. ار ار سل توم. ببینید هیچ کدوم نباید حرکت ساکن حرکتی داشته باشه، حرفی که ساکن داره نباید حرکت داشته باشه. ار سل توم. میم تومه نشه، سله نشه، اره نشه. ار سل توم ار سل توم ار سل توم. خیلی ساده، خیلی راحت، یکی یکی حرکت ندید. فقط اینجا در کلمه بعدی ما فقط دال رو ساکن داریم که به همراه ما قبلش خونده میشه، اون دو تای حرکت دارن که خودشون تنها یک شخصیت مستقلن. خب در تلفظ دال از الف ما قبلش کمک میگیریم، از اون حرکت فتحه ما قبل، حرکت فتحه رو میچسبونیم به دال. اد اد. این حرکت کوچیک دال، حرکت این به خاطر اون قاعده تجویدی است که گفتم قاف قاف تا به جیم دال، این پنج حرف یک غلغله کوچولو میشن، یک لرزش کوچولو در مخرج دارن. یه بحث تجویدی است، ان شاءالله اونجا بیشتر صحبت میکنیم. اد بر اد
برا اد با را. اگر ر ساکن می بود، اگر ر ساکن می بود می شد اد بر بر. اگر ساکن می بود کنون حرکت داره اد بر. مثلا اد بر توم اگر می بود، اد بر توم مثلا ر ساکن می بود بر می شد اد برا اد برا اد برا اد برا. خب در این کلمه که از سوره اخلاص گرفته شده، در سوره اخلاص هم قل هو الله احد، در سوره لم یلد ولم یولد، ما خوندنش رو عزیزان شاید خیلی مطمئن حفظن اینو، اما خب نحوه خوندن اینجا میم چون ساکن هست با کمک حرف ما قبل، حرکت ما قبل و حرف ما قبل خونده میشه در کل، و اینجا لم لم لام میچسبه به میم چون میم ساکنه. لم یلد لم یلد لد لد، اینجا دال بعد به همراه لام خونده بشه لد. لم یلد لم یلد لم یلد لم یلد لم یلد. اینها نمونه مثال هایی بود که در ساکن به همراه شما عزیزان دیدیم، و سه تا مثال دیگه هم اینها هم در باز یک صحبتی داشته باشیم بد نیست، و بریم سراغ مثال های سنگین تر، یا بگذارید همون مثال های سنگین تر رو شروع بکنیم بهتر است. این صفحه رو با همراه شما عزیزان میبینیم. در این صفحه ما تمرینایی بود که عزیزان شما تلاوت کردید و اینها رو کلمات رو خوندید در بحث ساکن در برنامه گذشته، اما باز هم به همراه شما تکرار میکنیم. اینجا ما در کلمه اول، خط اول، جیم رو ساکن داریم که باید به همراه حرف قبلش خونده بشه و حرکت قبلی همراه اون خونده میشه. حرکت واو فتحه هست میشه ب، اما چون جیم خودش حرکتی نداره و فقیره و نیازمند به یک حرکته و نیازمند به یک دستی که به اون برسه، اینجا این حرکت واو رو ما میچسبونیم به جیم. وج وج هکه وج هکه وج هکه وج هکه. در کلمه بعدی سین همین حکم رو داره. اینجا سین نیازمند به حرکت ما قبل خودش هست چون از خودش هیچ حرکتی نداره و ساکن هست. نس نس، این حرکت فتحه میچسبه به سین. نس تبقو نس تبقو، بیش نمی کنیم برو ب و نه بی ب بی نیست. نس تبقو نس تبقو نس تبقو. هیتا هیتا، یا اینجا میچسبه به ه چون یا ساکنه. هیتا هیتا لکه هیتا لکه. اینجا لام از خودش حرکت کسره داره، حرف بعدش هم باز حرکت داره، نیازی نیست که ما لام رو بچسبونیم به بعدی چون خودش حرکت داره. صاد حرکت نداره، صاد باید با ما قبلش که نون هست خونده بشه. ل نص ل نص رفع ل نص رفع. ببینید اینجا فقط صاد به همراه نون خونده میشه، بقیه هر کدوم به تنهایی خونده میشن. ل نص رفع رفع ل نص رفع ل نص رفع. در کلمه آخری از خط اول ت ساکن هست، ف بقیه هم حرکت دارن، خودشون به تنهایی خونده میشن. ف صادقت قت ف صادقت ف صادقت. خط بعدی این هم کلمه به مانند کلمه فصدقت هست، در فقط کلمه حرفاش فرق میکنه. فکذبت فکذبت، در سوره یوسف داریم این کلمات رو. فکذبت سمعت سمعت سمعت. اینجا در این کلمه وسط این ساکن هست که باید به همراه الف ما قبل همون حرکت فتحه ما قبل خونده بشه، و تا ت هم ساکن است که به همراه دال خونده میشه. ا ا ت دت دت، اینجا ت و دال با هم شریک میشن در حرکت دت. ا ت دت ا ت دت ا ت دت. در این حرف، در این کلمه صاد اینجا باز نیاز به کمک حرف و حرکت ما قبلش است. تص رفو تص ر ری نشه ر
تصرفو، تصریفو نشه، تصری نگید، تصرفو، تصرفو. سب ع، سب ع، سب ع، به کمی حرکت میکنه در هنگام قلقلی، یک لرزش کوتاه در هنگام سکون داره همیشه. این قاعده ب هست. سب ع، سب ع. ارجع، اینجا اینا باید ساکن باشه، حرکت ساکنش هست شده، افتاده است، پیش ما افتاده، اینجا ساکن است. ار جع، ار ار ر ساکن میشه، ار جع، یا جع باید باشه، ار جع الی ربک، اینجا جع فتحه، اشتباه تایپی است، اصل فعل ار جع است. لم اخونه، لم اینجا گفتم که ار جع، اینجا کسره، اشتباه تایپی است، ار جع، ارجع، اصلش ارجع است. اگر این شکل، اگر همچین کلمه‌ای باشه ارجع میشه. لم، لم اخون، لم اخون، خون هو، لم اخون هو، لم اخون هو. اینجا فقط میم ساکن است در آخر که به همراه ها خوانده میشه، بقیه هر کدوم حرکت خودشون دارن. فعرفهم، 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 فعرفهم. در این کلمه فأرسل، فأرسل، سل، أرسل، فأرسل، فأرسل. اینجا ف باید به همراه ما قبلش خونده بشه چون حرکت نداره. نف، نف، ق، دو، قی نشه، ق، نگیم قی، ق، نف قیدو، نف قیدو، نف قیدو. اینها نمونه مثال هایی بود از فتحه، کسره، ضمه و حرکت ساکن که اینها رو ما در برنامه های گذشته به همراه شما عزیزان مرور کردیم. اما یک حرکت دیگه هست که یک علامت دیگه هست که این علامت هم در برنامه گذشته به همراه شما مرور شد و علامت بسیار مهمی است. بعد در تلفظش بعد اول بدونیم که اصلا این علامت یعنی چی. علامت برای تشدید هست. تشدید یعنی به هر حال زیاد شدن، تجدید و قدرت یافتن، همین معنای مختلف رو میده. از شدت میاد، از شدت میاد. وقتی که زیاد میشه یک چیزی میگن شدت پیدا کرد، زیاد شد، تشدید شد. مثلا میگن بیماری فلانی تشدید شد، یعنی بیشتر شد، یعنی شدت پیدا کرد. اون شدت که خود تشدیده، یعنی بیشتر شد، یعنی زیاد شد، یعنی اضافه شد. ما بعضی وقتها در حرکت ساکن یک حرف حرکت ساکن داره، مثل این مثالی که ما خوندیم، یک حرفی از 28 حرف الفبای عربی حرکت نداره. حالا من میگم حرکت ساکن داره، عادت کلمه، علامت ساکن داره، حرکت نداره. بعضی وقتها یکی از حروف الفبای عربی علامت ساکن داره، به تعبیر ساده تر حرکت نداره از خودش. و حرف ما قبلش رو هم که نگاه میکنیم که نیاز داریم به حرف ما قبل برای این که ما بتونیم این حرکت رو، این حرف ساکن رو تلاوت بکنیم و تلفظ بکنیم، چون نیاز ما قبل داریم نگاه میکنیم، ما قبل هم دوباره از جنس همین حرفه. مثلا اگر ب ساکنه قبلش هم ب، باز اگر ما نون ساکن داریم قبلش هم باز نون داریم که حرکت داره، حالا حرکتش یا فتحه است یا کسری یا ضمه به جای خود. این در این موقع تشدید رو ما به وجود آوردیم، یعنی این کاریه که به خاطر تشدید، به خاطر ساده نویسی در اصل علامت تشدید درست شده، به خاطر اختصار در نوشتن، به خاطر اینکه دو تا حرف مشابه رو، دو تا حرف مشابه رو پشت سر هم ننویسیم، اومدیم یک علامتی درست کردیم به اسم تشدید و این علامت جایگزین و نمایندگی میکنه، جایگزین شده برای دو تا حرف مشترکی که یکی اولی حرکت داشته دومی ساکن بوده و اولی ساکن بوده دومی حرکت داشته. من جابجا گفتم این دو تا رو و تشدید درست میشه. در مثال این بهتر جا میفته. علامتش اول ببینیم که در مثال باز چی است. علامت تشدید این تشدید هست و این علامت به این حالت، این سه تا دندونه به سمت بالا داره، سه تا دندونی به سمت بالا، این علامت رو بهش میگن تشدید، این علامت رو بهش میگن تشدید. و
به این شکل، به این سه شکل دیده میشه. یعنی این خود تشدید هست، بعضی وقتا یک علامت فتحه هست، چون فتحه همیشه بالا قرار میگیره بالای تشدید نوشته میشه، بعضی وقتا علامت کسره داره که زیر تشدید قرار میگیره، بعضی وقتا علامت ضمه داره که باز هم بالای تشدید قرار میگیره، و هر دوی این تشدید و علامت بالاش، حالا چه فتحه باشه چه کسره زیرش باشه چه ضمه بالاش، بالای یک حرف قرار میگیره. از این خطای سرخ زیر اگه ما در نظر بگیریم، همیشه تشدید به همراه یکی از حرکت‌های فتحه یا کسره یا ضمه در بالای حروف نوشته میشه، در بالای حروف نوشته میشه. حالا ما ببینیم که خود بحث تشدید رو چگونه باید تلفظ بکنیم و نمونه تفکیک شده تشدید رو ما وقتی ببینیم متوجه میشیم که در اصل چی بوده و این حرکت چگونه انجام میشه. این مثال رو ببینیم، مثال ها رو با هم. ان نه، ما اینجا دو تا حرکت، من در توضیح جا به جا توضیح دادم، اصلش این هست که اگر تشدید روش فتحه داشته باشه، اگر تشدید روش فتحه داشته باشه یعنی چی؟ یعنی در اصل این گونه بوده است. الان ما اینجا در این کلماتی که سمت چپ در این قاب سبز رنگ میبینید، همه اینها تشدیدی هست روشون که علامت فتحه داره. اینجا روی نون، اینجا روی سین، اینجا روی ف و اینجا روی میم ما علامت تشدید رو میبینیم که روی اون فتحه داره. در اصل چی بوده؟ در اصل ما همچین کلمه ای داشتیم که سمت راست میبینید. ما دو تا نون داشتیم از یک شکل، هر دو تا یک جنسن دیگه، نونه، هم این نونه هم این نونه. یکی ساکن، یکی حرکت داره، یکی ساکنه و یکی حرکت داره. حالا ما بعد این نون ساکن رو که خب به همراه ما قبلش بخونیم، نون ساکن به همراه ما قبلش خونده میشه و این نون بعدی که حرکت داره خودش سر جای خودش هست. در تلفظ چجوری میشه؟ ما این سمت راست اگه بخوایم تلفظ بکنیم، میگیم خب این نون که به همراه این ما قبلش خونده میشه که همزه هست اینجا، این نه، این نه، این تلفظ این کلمه این نه هست، این نه. یا کلمه پایین مثلا مس سه، این تلفظشه دیگه، ما گفتیم ساکن با همراه ما قبلش خونده میشه و اینم که حرکت خودشو داره، مس سه. یا کف ف، کف ف، ثم ما، ثم ما. اینا نوعی تلفظ خوندن این کلماتی بود که به صورت تفکیک شده ما سمت راست نوشتیم، اما در قرآن کریم و مصحف این گونه نوشته نمیشه. اصل کلمه این بوده. حالا به خاطر اینکه ما دو تا حرف هم جنس رو مثل نون، مثل سین، مثل ف و میم که در این مثال ها داشتیم، به خاطر اینکه مختصرتر بشه، خلاصه تر بشه، چیکار میکنیم؟ اینها رو یکیشو مینویسیم. برگردیم سراغ صفحه، روی صفحه توضیح بدیم. الان اینجا دو تا نون داریم. به جای اینکه ما این گونه بنویسیم ان نه، چیکار میکنیم؟ یکی از این نون ها رو مینویسیم، این نونی که حرکت داره رو، این نونی که حرکت داره سر جاش میمونه، این نون و این حرکت فتحه بالای تشدید. اما این نونی رو که ما برداشتیم، بالاخره یک علامتی باید جاش بذاریم که بفهمیم که این یک نونی بوده، اینجا ما برداشتیم، این تشدید رو به جاش میگذاریم، این تشدید رو به جاش میگذاریم. یعنی هر جایی که تشدیدی روی یک حرفی بود به این معناست که این حرف در اصل دو تا بوده، ما یکیشو برداشتیم، دو تا بوده، دو تا نون بوده، ما یکی از این نون ها رو، این نون اولی رو برداشتیم، به جاش یک تشدید گذاشتیم. همین، این الان نون دومی، این نونی که فتحه داره اینجا سر جاشه، این نون و اینم فتحه بالاش. این تشدید که از کجا اومد؟ این تشدید نمایندگی میکنه از این نونی که حذف شده و ساکن بوده. اینجا در کلمه بعدی هم همینطور، این سین رو به خاطر اینکه در کتابت مجبور نشیم دو تا طولانی نشه، دو تا نوشته رو، دو تا سین رو کنار هم بنویسیم، یکی از سین ها رو، سین ساکن اولی رو حذف کردیم، سین دوم سر جاشه، این سین، اینم اون فتحه بالای تشدیدم که فتحه سین در است، و اون تشدیدی که این وسط زیر فتحه است نمایندگی میکنه از این سین اولی که حذف شده و ساکن بوده. در ف هم همین اتفاق میفته. اینجا کف، به جای اینکه دو بار ف رو بنویسیم، ف ساکن رو که حرکت نداشته حذف میکنیم در نوشتن، اما در تلفظ حذفش نمیکنیم، در حرکت از سر در تلفظ در جاش هست، ما فقط در نوشتن اینو نمینویسیم، اون ف فتحه دار سر جای خودش هست، به خاطر اینکه این فی که ما در نوشتن نیاوردیم، ف ساکن رو
بیننده اون کسی که میخونه بفهمه اینجا یه چیزی بوده و اون رو تلفظ بکنه، این علامت تشدید رو میاریم و این علامت تشدید نمایندگی میکنه از اون فی ساکنی که حذف شده. پس هر جا یک علامت تشدید داریم روی یک حرفی به این معناست که همون حرف یک ساکنی هم داره، اول ساکن بعد تلفظ بشه، بعد همون حرف دوباره با اون حرکتی که برای تشدید است تلفظ میشه. این اصل تشدید است. پس دوباره از اول میخونیم اینها رو. ان نه در اصل این سمت چپی سبز در اصل سمت راستیه بود. ان نهی که سمت چپ میبینیم در اصل این بوده و این فتحه که نون و فتحه سر جاشه فقط این تشدید نمایندگی میکنه از این. ان نه ان نه مس س کف ف ثم ما ثم ما کف ف مس س ان نه. این نمونه تشدید به همراه فتحه بود. همین حکایت با کسره هم تکرار میشه و همین حکایت با ضمه هم تکرار میشه. یعنی چی؟ فقط حرکت آخر تغییر میکنه. ما اینجا ان نه این فتحه وقتی تشدید بارش فتحه داشت یعنی اون حرکت آخری فتحه است. اگر کسره بود حرکت آخری میشه کسره، اگر ضمه بود حرکت آخری میشه ضمه. مثال کسره رو با هم ببینیم. این تشدید در هنگامی هست که مثال تشدید در هنگامی که کسره داشته باشه. احمد جان اگر سفر نشون بدید برای بینندگان عزیز. این تشدید وقتی هست که کسره داشته باشه. مثلا بعضی وقتها این دوتا حرفی که شبیه هم هستن و اولی ساکنه و دومی حرکت داره، حرکت دومی کسره هست. خب حرکت دومی رو ما این حرکت دومی حرف دوم رو سر جاش نگه داشتیم، به سر جاش هست، فقط در خود نوشته یک تفاوت کوچولوی هست. به جای اینکه این کسره رو زیر به قرار بدن زیر تشدید قرار میدن. این کسره زیر تشدید، این الان دقت کن، این رب به هست، رب به نیست. ببینید این سمت راستی چیه؟ رب به، رب به. حالا بعضی جاها شاید بعضی جاها زیر حرف هم بنویسن، ولی در مصاحف قرآنی کاملا این رو اکثرا زیر تشدید قرار میدن. یعنی شما وقتی که میبینید در این کلمه ب الان تشدید بالاست، کسره زیرشه. در فتحه اینطور نبود، در فتحه برعکس بود، بالای تشدید بود. وقتی که علامت کسره زیر تشدید نوشته شده باشه، ولو اینکه تشدید و این کسره، ولو اینکه این دوتا حرکت تشدید و کسره بالای حرف باشن، به این معنا نیست که این صدای ا میگیره، باید صدای کسره بگیره. چون زیر تشدید وقتی نوشته شده یعنی در اصل زیر حرف بوده، به خاطر زیبایی نوشته رفته اینجا. اینو به خاطر زیبایی خطاط ها زیر تشدید می‌نویسن، به خاطر خوشگلی اونجا می‌نویسن. چون اگر یک حرکت اونجا باشه، یک حرکت این زیر باشه، شاید تلفظش بیننده براش برای قرائت کننده و قاری سخت باشه، کنار هم نوشتن. ولی بین معنا نیست که چون بالای حرف قرار گرفته فتح است، نه کسره است، اما بالای حرف قرار میگیره و زیر تشدید نوشته میشه. این در اصل کلمه سبز رنگ رب به، اینجا این چیزی که سمت راست میبینید در این کادر سبز، در اصل این گونه بوده. رب به، این رب به، منم گفتم رب به، رب به، رب به، رب به، این در اصل کلمه رب به بوده. رب به دو تا به کنار هم بوده، به اولی حذف شده، به که ساکن داره و به دومی همچنان سر جای خودش هست، به جای این حذف شده یک علامت تشدید قرار گرفته. بریم مثال بعدی. مثال بعدی هم دقیقا همین حالت رو داره. میبینیم که اینجا در کلمه کله باز هم اینجا کسره زیر لام نیست و زیر تشدید قرار گرفته. چه زیر تشدید باشه چه زیر اون حرف فرقی نمی کنه، در هر دو حالت باید صدای ا بگیر. کله ما این الان چطور میخونیم؟ دو بار باید این لام تلفظ بشه، یک بار به همراه ما قبل، یک بار خودش تنها به همراه اون حرکتی که زیر تشدید یا بالای تشدید هست. کله، این یه قاعده کلی برای خواندن تشدید. عزیزان حواستون باشه، برای خواندن تشدید فقط چون بحث طولانی نشه و شاید بعضی عزیزان بگن خب حالا ما چیکارش کنیم، تشدید هر جا دیدید یک تشدید هست، یک بار اون حرفی رو که تشدید روی اون هست با حرف ما قبل یا همون حرکت حرف ما قبل میخونیم، یک بار تنها خودش تلفظ میشه، پس دو بار تلفظ میشه، یک بار به همراه ما قبل، یک بار هم خودش به تنهایی با اون حرکتی که تشدید داره. حالا این حرکت تشدید اگر بالا بود میشه ا، اگر زیر تشدید بود میشه ا، یا اگر بالا شاید ضمه باشه میشه او.
فقط اگر زیر تشدید بود باید ای خونده بشه، بلو اینکه این تشدید و حرکت کسری برای حرف قرار بگیره. پس خلاصه بحث تشدید این میشه که هر جا حرفی رو شما دیدید یک تشدید روی اون بود، این یعنی دو تا حرفه، دو تا بوده در اصل، تشدید بوده، شدت داشته، زیاد بوده، اینو ما یکی کردیم به خاطر زیبایی نوشته، یه علامت تشدید روش گذاشتیم که متوجه بشید اینا دو تاست، یکی نیست، این دو تاست. یه بار با حرف ما قبلش خونده میشه و حرکت حرف ما قبل، یه بار خودش به تنهایی تلفظ میشه و اون حرکتی که تشدید داره. اگر تشدید فتحه یا ضمه داشت صدای ا یا او میگیره حرکت حرف دوم، اگر کسره داشت صدای ا میگیره. برگردیم به مثالهای خودمون، مثلا در همین کلمه کل، الان مثلا شما سمت راستی رو در نظر نگیرید، همین قاب سمت چپ سبز رو در نظر بگیرید، کل ل، این لام تشدید داره، دوبار میخونیم، یه بار به همراه کاف، کل، بار اول همیشه ساکنه، بار اول همیشه به کمک ما قبله، کل، حالا کل لام اول خوندیم دیگه، کل، یه بار دیگه هم، حالا اینجا چون تشدید کسره داره، زیر تشدید حرکت کسره هست، میشه ل، کل، ل، همین چیزی که در اصل بوده، کل، ل. بریم سراغ کلمه بعدی. در این قاب سبز ما الان یک ر داریم، حرف ر که یک تشدید روش هست. این تشدید به چه معناست؟ یعنی اینکه این ر دو بار خونده میشه، یه بار با شین خونده میشه، یه بار خودش تنها خونده میشه. اون باری که با شین خونده میشه خب مشخصه حرکتش اینجوری میشه، شر، همین این بار اولی که با شین خونده شد شر. حالا اون باری که خودش تنها خونده میشه چطور باید خونده بشه؟ باید با کسره خونده بشه. چرا؟ چون زیر تشدید کسره قرار گرفته. اگه بالاش بود میشد شر را، اگر ضمه می بود بالای تشدید میشد شر رو، اما اینجا که زیر تشدید هست میشه شر ر. در اصل همین بوده، شر ر، در اصل کادر سمت راست اینجوری بوده، شر ر. کلمه بعدی، اینجا ما در این لامو داریم که روی لام مثل کله که اینجا بود، لام تشدید داره، یعنی اینکه دو بار خونده میشه، یه بار به همراه ما قبل، یه بار خودش تنها با حرکت چی؟ حرکت کسره. چرا کسره؟ چون زیر تشدیده. پس اینجوری میشه ف سال سال ل، ف سال ل، ف سال ل، یه بار به حرف ماقل میچسبه، حرکت ماقل، ف سال ل، ف سال ل، ف سال ل، اصلش هم همین بوده، ف سال ل، ف سال ل. ما این لام اول رو برداشتیم، این لام اول رو برداشتیم و حذفش کردیم، لام دوم رو گذاشتیم سر جاش، کسره لام دوم رو زیر تشدید گذاشتیم، اون تشدید هم نمایندگی میکنه از لامی که حذف شده. این نمونه تشدید به همراه کسره بود. اما مثال هایی برای وقتی که تشدید با ضمه قرار میگیره، بازم تاکید میکنم هر کلمه، هر حرفی رو که شما دیدید روی اون علامت تشدید هست به این معناست که این حرف دو بار تلفظ میشه، یک بار به صورت ساکن به کمک حرف ما قبلش، یک بار خودش به تنهایی با حرکت تشدید، فتحه بود فتحه، کسره بود کسره، ضمه بود ضمه. مثال ضمه رو ببینیم. تشدید وقتی که با ضمه باشه، یعنی اینکه این شکلی نوشته میشه، یک تشدید یک با ضمه کوچولو هم روش، این یعنی چی؟ یعنی یک بار یک حرف با این ضمه خونده میشه من قسمت دوم، یک بار هم با ساکن چون تشدید نمایندگی میکنه از اون ساکنی که حذف شده. در اصل میتونید بگیم این تشدید نماینده اون حرف ساکنیه که اون علامت ساکنی که حذف شده. اینم گفتیم خط سرخ هم که همیشه یک حرف. خب در این کادر سبز، در این کادر سبز به همراه شما میبینیم که ما کلمه چی داریم، همینی که سمت راست است، همین رو ما اصل مصحفش، اون چیزی که در مصحف میاد به این شکل در میاد، ای یو، این یا دو بار تشدید، این یا تشدید داره، یعنی بعد دو بار بخونیمش. خب یک بار با همراه همزه میخونیم ساکن، میشه ای ای. حالا بار دوم چون اینجا ضمه داره تشدید، پس یای دوم یو میشه، ای یو، ای یو، اصلش هم همین بوده، ای یو، در اصل دو تا یا پشت سر هم بوده، اولی ساکن بوده، اینو برگردیم، اولی ساکن بوده و روی یای دومی اینجا ضمه قرار داشته، یای اولی حذف شده به جاش علامت تشدید اومده، یای دومی به همراه ضمه اش باقی است. کلمه بعدی،
ره تشدید داره، یه بار به همراه حرف ما قبلش، حرکت ما قبل کسره باید خونده بشه و یک بار تنها خودش با ضمه یک این بالاست، میشه یا فر رو یا فر رو یا فر رو. کلمه بعدی اینجا دال تشدید داره، یک بار به همراه ما قبل خونده میشه، یک بار به تنهایی. ا شد شد دو اشد دو اشد دو. کلمه بعدی ز تشدید داره، یک بار به همراه ما قبل خونده میشه، یک بار به تنهایی. اعز اعز عز زو عز زو اعز زو. مثل این اصلش همین بوده، اعز زو اعز زو. ما این ز اول به همراه ساکنش رو حذف کردیم، به جاش یک علامت تشدید گذاشتیم اینجا بین ز دوم و اون ضمه ای که وجود داشت. اعزو اعزو. این هم از مثال تشدید به همراه ضمه. پس خلاصه بحث تشدید این بود که تشدید یک مرحله بالاتر از ساکن هست و هر جا که تشدید دیدیم نحوه تلفظ تشدید در هم یک جمله خلاصه میشه. هر کلمه هر حرفی که روش تشدید قرار داشت دو بار تلفظ میشه، یک بار به همراه حرف ما قبل و حرکت ما قبل، یک بار به تنهایی با اون حرکتی که تشدید داره. اگر فتحه داشت تشدید میشه ا، اگر ضمه داشت تشدید میشه او، حرکت دومی، و اگر کسره داشت یعنی زیر تشدید کسره بود، حرف دوم رو بعد به همراه کسره تلفظ کنیم. مثلا در مثال های روبرو ان شاء الله این سفر رو با هم ببینیم تمرینو. این مثال ها رو اگر دقت بکنید، در این مثال ها ما الان در تلفظ این مثال ها ا که خب تنهاست، الان اینجا یک تشدید داره روی کلمه ت در کلمه اول، اینجا علامت تشدید هست. یعنی چی؟ یعنی این حرف الان، این حرکت، این حرف، حرف ت، ت دومی که روش تشدید هست، بعد یک بار این دو بار خونده میشه. ما الان اینجا یک ت مفتوح داریم، این خودش جداست، یک تی داریم که تشدید داره. این تی که تشدید داره در اصل خودش دو تا ت هست که یک بار به همراه تی ما قبل باید خونده بشه، یک بار خودش تنها با حرکت فتحه، چون بالای تشدید فتحه داره. چطور تلفظ میشه؟ خب از اول شروع کنیم. این که ا هست تمام، این هم که ت هست، ا ت، اما این ت باید بچسبه یک بار به این تی که در تشدید هست، میشه اتت اتت. این یک بار این تی تشدید دار به همراه ما قبل میخونیم، یک بارم خودش رو تنها میخونیم. ا تت تا اتت تخذو اتت تخذو اتت تخذو اتت تخذو. زیاد وای نستید که باز حرکت ها، اگر روی تشدید وایستیم باز حرکت ایجاد میشه، سریع باید گذار کنیم. من به خاطر این آروم آروم دارم میرم که متوجه بشیم که چطور باید بخونیمش. خب اینجا مشکل ما در همین کلمه فقط تی وسط هست، چون نمایندگی میکنه از دو تا ت، یک بار به همراه ت مقابل خونده میشه، حالا اینجا سه تا ت باید باشه، در اصل سه تا ت هست، یک ت مفتوح، یک ت ساکن که تشدید از اون نمایندگی میکنه، یک ت دوباره مفتوح که در آخر قرار داشته میشه. ا تت تخذو اتت تخذو اتت تخذو. کلمه بعدی که میاسون تر است، کلمه بعدی روی ب اینجا علامت تشدید ما داریم و این علامت تشدیدی که روی ب هست اینجا یک کمی فقط این علامت تشدید طبق هم قاعده که گفتیم دو بار خونده میشه، این ب یک بار به همراه ر، یک بار تنها. اون باری که تنها خونده میشه با حرکت چی خونده میشه؟ کسره، چون اینجا زیر تشدید قرار گرفته حرکت، این علامت میبینید زیر تشدید قرار گرفته، پس اینجا بعد یک بار به همراه ر میخونه، میشه رب رب. این یک بار به همراه ره، رب، یک بارم خودش تنها با حرکت کسره، رب ب رب ب رب ب رب ب. کم هم اینجا میمم که چون ساکنه با کاف خونده میشه کم میشه، رب بکم رب بکم رب بکم. اینم از این کلمه. کلمه بعدی اینجا، کلمه بعدی یک کمی شاید شکلش مشکل باشه اما خیلی ساده است، فقط یک نون مشدد داره، کار سختی نیست. یک ساکن ما اینجا داریم روی میم، این میم ساکن به همراه ما قبلش خونده میشه، میچسبه الف، این همزه میچسبه به میم، میشه ل ل ام، این الفه ل
ام تا اینجا لا ام لا لا ام لا تا اینجا که اینجوری خونده میشه. حالا میمون این تشدید، این تشدید رو دوبار میخونیم، یه بار به همراه این همزه ما قبل، یک بار تنها با حرکت فتحه، چون تشدید فتحه داره. اینجوری میشه لا ام لا ان نا لا ان نا ان نا، اینجوری ان نا، یه بار با هم ما قبل، یه بار خودش تنها با حرکت فتح. لا ام لا ان نا لا ام لا ان نا لا ام لا ان نا. خب بعدی اینجا ما روی ضاد، حرکت ضاد روی کلمه، روی حرف ضاد ما یک تشدید داریم که اون تشدید یک ضمه هم داره، ضمه ای برای خودش داره. این ضاد یک بار ما قبلش خونده میشه، یک بار تنها به همراه حرکت ضمه. چطور میشه تلاوت؟ میشه اینجوری خوندنش، یا حل حل، یه بار ما قبل میشه حل ضو حل ضو یا حل ضو یا حل ضو یا حل ضو. کلمه بعدی اینجا دال مشدده، یک بار باید با ما قبلش خونده بشه، یک بار خودش به تنهایی با حرکت کسره، چون زیر تشدید کسره قرار داره. خب یه بار به همراه ما قبل چی میشه؟ ته که خودش ضمه داره میشه تو. اینجا ه باید بچسبه به دال، چون این گفتیم تشدید نمایندگی میکنه از دو تا حرف، این دال یه بار ساکن بوده یک بار کسره داشته، اون ساکن باید با ه خونده بشه. تو حدثو تو حد تو حد د، یه بار با ه، حد د حد د تو حد دسو تو حد دسو تو حد دسو، یه بار با ما قبل، یه بار به همراه حرکت کسر. این هم همین دقیقا مثل همون کلمه قبلی است، فقط حروفش فرق میکنه. اینجا زال تشدید داره، یعنی اینکه یک بار باید با ما قبلش خونده بشه، حرف کاف و حرکت فتح، و یک بار تنهایی با حرکت کسره، چون تشدید، گرچه این حرکت بالای حرف است اما چون زیر تشدید قرار گرفته کسر است. اینجوری میشه یو که خودش تنهاست، یو یو مزمه داره، یو کذ کذ ذه کذ ذه کذ ذه، این ذه به خاطر حرکت کسری که زیر تشدیده، ذه دوم. یو کذ ذه بو یو کذ ذه بو یو کذ ذه بو. بریم بعدی، اینجا به تشدید داره، یک بار به همراه سین خونده میشه، یک بار تنها با حرکت کسره، سب به. حالا این ه دوم هم باز میچسبه به ب مشدد اینجا، چون خودش ساکنه. یه بار اینجا پس ب تشدید داره، به همراه ماقب خونده میشه، یک بار تنها خونده میشه با حرکت کسره، اون بار دومی که تنها خونده میشه زحمت این حرکت ه رو هم میکشه. سب به سب به. بعدی تا ف، اینجا ر تشدید داره، به همراه ف بعد خونده بشه یک بار، یک بارم تنها با حرکت فتحه، چون تشدید بالا حرکت فتحه قرار گرفته. تفر رقا تفر رقا تفر رقا تفر رقا. کلمه بعدی ت نز زلو ت نز زلو، ز به همراه نون خونده میشه یه بار، یه بارم تنها خودش با حرکت فتحه. ت نزلو تنزلو. کلمه بعدی ف ب این ش ف بش شین، چون تشدید داره و کسره هم داره، یه بار شین به همراه حرف ما قبل، به یک بار کسره به همراه کسره خودش. ف بش شرهم ف بش شرهم، این ره هم باید بچسبه به حرکت ما قبلش که این شین کسره دار هست. فبش شر هم فبش شر هم فبش شر هم. اینجا در این کلمه واو تشدید داره، یعنی یک بار به همراه ز ما قبل خونده میشه، یک بار تنها به همراه حرکت کسره زو و زو و، یه بار به همراه ز زو، یه بار تنها به همراه کسره و زو و زو و جت، ت حرکت نداره، به همراه جیم بعد خونده بشه زو وجت زو وجت. اینجا هم ف در کلمه آخر، ف در این تشدید، ف ساکن هست،
و یک بار هم حرکت داره. این ف در اصل دو تا ف هست، این در اصل اینجا و در اصل دو تا و بود، این شین در اصل دو تا شین هست. این ف در کلمه تنفسه، این ف دو تا ف هست، یک بار به همراه نون ما قبل خونده میشه، حرکت ما قبل، یک بار تنها با حرکت فتح. ت نف نف فس ت نف فس نف ف نف ف تنفس 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 تنفس. این مختصری از مختصر که نشد، متولی شد از آنچه که ما گفته بودیم، اما هر چقدر اینو تمرین بکنیم ان شاء الله ضرر نمی‌کنیم و اینها موارد بسیار مهمی هستند که یادآوری اینها هی به ما کمک خواهد کرد که ان شاء الله ما بتونیم در پیش رو راهی که پیش رو داریم ان شاء الله موفق‌تر و موفق‌تر باشیم. و من دوست داشتم که درس جدیدی رو هم به همراه شما عزیزان ادامه بدیم، اما باز هم همین که ما تونستیم تمام درس گذشته رو یک مروری با هم دیگه بکنیم، احساس میکنم باز هم استفاده کردیم از این فرصت و میام برنامه کوتاهی ببینیم برمیگردیم ان شاء الله باز در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. و من ترجیح میدم که تماس شما عزیزان رو هم داشته باشیم در فرصت آتی برای تلاوت سوره حمد و سوره مارکه ناس که ان شاء الله بیشتر استفاده بکنیم. برمیگردیم ان شاء الله باز در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند فرزندانتان را بر سه خصلت تربیت نمایید: محبت پیامبرتان و محبت خاندانش و تلاوت قرآن، چرا که حافظان قرآن در روزی که هیچ سایه جز سایه او تعالی نیست با پیامبران و برگزیدگان الله در زیر سایه عرش الهی قرار می گیرند. بار سلام مجدد خدمت همه شما دوستان عزیزان مهربانان. اجازه بدید من یک درس امروز هم اضافه بکنیم و هرچند که میدونم شما عزیزان فرصت کمتری برای شما خواهد موند برای تماسای شما، اما از اونجایی که به حال هدف اصلی برنامه بیشتر آموزش و تعلیم قواعد روحانی قرآن کریم و روحانی هست، اجازه بدید که من یک درس دیگر کوتاهی هم داشته باشیم. باز انشالله اگر فرصت هر چقدر فرصت موند انشالله باز در خدمت شما عزیزان. در پنج به حال حرکت مهمی رو که ما اشاره کردیم بهش، یا پنج علامت مهم به تعبیر دقیق‌تر، فتح، کسره، ضمه و علامت ساکن و علامت تشدید رو ان شاء الله همه عزیزان نحوه تلفظشون رو یاد گرفتن. ساکن فتحه که ا هست، کسره هم ا و ضمه هم او، ساکن به همراه ما قبلش خونده میشه، هر چی باشه سعی باید بکنیم در ساکن. مهمتر مسئله اینه که سعی کنیم خود اون حرف که ساکن هست حرکت ندیم، ما خودمون یعنی همونجا وایستیم. و در تشدید هم که گفتیم، تشدید در اصل هر جایی که تشدید اومد یعنی همون حرف دو تاست، یک نسخه ساکن داره اول، یک نسخه متحرک با اون علامتی که روی تشدید یا زیر تشدید هست. و هر جا که تشدید دیدید خلاصه بحث اینه که دو بار تلفظ میشه، یک بار به صورت ساکن به همراه ما قبلش، یک بار هم به صورت متحرک با اون حرکتی که بالا یا پایین تشدید هست. اما صداهای کشیده، این چیزی که از ما فتحه و کسره و ضمه گفتیم، ا ا او، اینا صداهای کوتاه هستن. ما صداهای کشیده هم داریم، صداهای کشیده. من چرا تاکید میکردم که فتحه، کسره، ضمه رو زیاد نکشید؟ چون ما صداهای کشیده هم داریم که باز
این رو انشاءالله موضوع جدید ما هست، در این باب صحبت میکنیم. صداهای کشیده، ما سه تا صدای کشیده داریم که شبیه فتح و کسره و ضمه هستند. فتح بود ا، یک صدای کوتاه بود. یک صدای کشیده داریم شبیه کسره که بول میگیم الف آ ا آ. کسره داشتیم ا، باز یک صدای کشیده داریم ای. ما ضمه رو داشتیم او، یک صدای کشیده داریم او او او. این صدای درس جدید ماست که انشاءالله ما از الف شروع میکنیم. صداهای کشیده تصویر رو با هم ببینیم. صدای کشیده آ، این شکل تلفظش هست. بیشتر ما در فارسی هم به این شکل مینویسیم آ با یک کلاه بالا سرش. حالا بعضی وقتا این شکل نوشتاری هست در مصاحف قرآن کریم و خیلی وقتا به این شکل هم نوشته نمیشه، اما این تلفظش بیشتر یعنی آ، این صدای کشیده آ. اما چگونه میاد؟ مثلا ما در الفبای عربی، در الفبای عربی وقتی که یک الف، هر وقت یک الف بعد از یک حرفی که فتحه داره، حرفی که فتحه داره بعدش یک الف قرار گرفت، حرفی که فتحه داره بعدش متصل به اون چسبیده یک الف قرار گرفت، این صدا تبدیل میشه به آ. مثلا با هم ببینیم مثال رو. اینجا در این مثال آ، اگر ما قبلش فتحه باشه، این خب تلفظش هست بیشتر، الف چون خودش به هر حال اصل کاری است. ما مثلا در این با ببینید، با رو اینجا چی خونده میشه؟ با نمیشه، این نمیشه با، میشه با. با نمیشه، میشه با. حالا در نمونه های قرآنی بیشتر جا میفته که چطور مثلا اینو ما میتونیم تشخیص بدیم در نمونه های قرآنیش. با، این الان به فتحه داره، بعد از فتحه الف هست، الف الف هست، الف از خانواده فتحه است، الف از خانواده فتحه است. فتحه هم جنسش، حرکت فتحه از بین حروف جنسش بیشتر به الف میخوره. الف حرکت فتحه جنسش الف هست، به حرکت کسره جنسش یا هست، و حرکت ضمه حرف شبیهش واو هست. هر وقت اینها در کنار هم جنسشون قرار میگیرن از این حروف کشیده میشن. الان فتحه وقتی در کنار الف قرار میگیره کشیده میشه، دیگه قدرت پیدا میکنه، جرأت پیدا میکنه، کش میاد و دیگه کنار باباشه. به تعبیر ساده تر ما حالا میگیم که بچه با باباش وقتی میاد دیگه قدرت پیدا میکنه، زورش زیاد میشه دیگه، حالا احساس قدرت میکنه. اینجوری فتحه باباش، حالا تعبیر ساده تر باباش الفه و کسره هم باباش یا هست و ضمه هم باباش واو هست. اینا وقتی که قبل از باباشون قرار میگیرن کش پیدا میکنن، زورشون زیاد میشه. اینجا الان در با ما اینجا بعد از فتحه الف داریم، بعد از فتحه الف داریم. اینجا نمیگیم با، اینو دیگه نمیگیم با. اون با وقتی بود که بی تنها بود به همراه کسره، اینجا میگیم با، این میشه با با. ببینید با، اون بی تنها میشد با، این میشه با با، کش میاد. تا سا جا ها خا دا ذا را زا، نمیگیم را ز را ز سا شا سا ضا طا ضا ع غ. یک تلفظ، یک تفاوت ظریف و لطیفی در نحوه تلفظ اینها هست که در بحث تجوید به اسم حروف استعلا ان شاء الله اونجا بهش میرسیم. ما فعلا چون بحث ما روخانی هست رو زیاد حساسیت به خرج نمیدیم. غ ف ق ک لا ما، ما نیست، لا نیست، که نیست، کا لا ما نا وا ها یا. اینها، این رو بهش میگیم حرکت کشیده آ، حرکت کشیده آ، و از فتحه جلوتره. هم فتحه‌ای هست، فتحه‌ای هست که ما قبل الف قرار گرفته، یا به تعبیر ساده تر هر وقت بعد از فتحه یک الف قرار بگیره، الفی که از هم جنسش هست، به تعبیر بگیم بابای فتح هست، فتحه کشیده میشه. دیگه نمیگیم با، میگیم با. دیگه نمیگیم که، میگیم کا. خب مثالش رو ببینیم، در مثال بهتر جا میفته. در چند شکل نوشته میشه.
این یک شکلش همین بود که الان ما با هم دیدیم. مثالش مثلا عرف به شکل بلند در خط اول با هم میبینیم. اگر احمد جان اینجا زوم بکنی روی این کلمات بالاتر بیشتر، این کلمات بالا رو وقتی ببینیم، مثلا اینجا الان اینجا نمیگیم کن کنه، اینجا چی خونده میشه؟ این الان این نه که نه هست، این گاسونه. این کاف اینجا الف قرار گرفته، گفتیم میشه کا، کانه، کانه. البته تلفظ صحیح هرمش کانه، کانه. ما در بحث چیز اینجا ما یک تفاوتی داریم در بحث تلفظ، اون رو میذاریم به حساب تجوید. کانه، کانه، قاله، قاله میشه قا، قنه میشه، قله نمیشه، قاله. چون بعد از فتحه الف قرار گرفته، بعد از فتحه الف قرار گرفته میشه کانه، قاله، خافه، خافه، مکان، مکان. مثلا اینجا ببینید کا، این الف بعد از کاف، مکان مثل این کانه ای که اینجا. عباد، 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 عباد نمیشه، این اینجا الف میشه، کش پیدا میکنه. عباد، عباد. یا احیانا همین الف کوتاه، این الف به شکل بلندش اینجوری میشه در نوشته، در نوشته اینجوری الف بلند داریم. ببینید بین کاف و نون یک الف نوشته شده، یک الف بلند، یک الف بین قاف و لام، بین خ و ف اینجا یک الف هست، بین کاف و نون اینجا یک الف هست، بین ب و دال اینجا یک الف نوشته شده. این الفی که چسبیده به حرف ما قبلش، یک الف بلند نوشته میشه. احیانا همین حرکت، شکل حرکت همینه، شکل تلفظ همینه، به شکل کوتاه نوشته میشه. چطور؟ مثلا اینجا نگاه کنید، در این کلمه تبارک اینجا در مصحف، این اگر الف اینجا به جای این که بعد از ب یک الف بلند بگذارن، یک الف کوتاه اینجا این وسط، ببینید یک کوچولو، یک کوچولوی اینجایی که موسم میچرخه، یک الف کوچولو اینجا هست. این الف کوچولویی که بالای ب قرار گرفته اینجا، این الف کوچولو الان دقیقاً زیر همین فلش است، کنار این فلش، این الف کوچولو، این الف کوچولو همون الفی هست که این بالا داریم در مثلا کانه. این الف کوچولویی که رو تبارک شما میبینید، الف کوچولو، این الف کوچولو همون کاری رو میکنه که اون بالا الفای بزرگ در مثلا کانه میکرد، فقط در کتابت فرق میکنه. اینو به خاطر این من اینجا نمونه هایی رو آوردم که شما متوجه بشید که این الف هم همونه، یعنی فقط چون بعد از تبارکه اینجا بعد از ب این ب یک فتحه داره که جا افتاده، این بعد از ب یک فتحه رو ب باید باشه، این فتحه میاد اینجا میشه چی؟ ت با، این با میشه دیگه، ب نمیشه. تبارکه، تبارکه. یا مثلا مثال بعدی اعماله هم ببینیم. خب اینجا ما بیشتر محل شاهد ما از این کلمه این الفی هست که اینجا کنار لام هست، سمت راست لام یک الف کوتاه اینجا میبینید، یک الف کوتاه اینجا هست. این الف کوتاه همون شبیه الفی که بالا هست در تلفظ همونه، بعد از میم که فتحه داره، میمی که فتحه داره، بعدش یک الف اومده. درسته که این الف به شکل کوتاه نوشته شده، اما همون کاری رو میکنه که الف بالا بود و در نوشته فقط اینجا برای زیبایی اینجوری نوشته میشه. اینجا چطور میخونیم این کلمه رو؟ این عین که باید به همراه ماقبل خونده بشه چون ساکنه. ا من، این ما نمیشه، نمیشه ملهم، ملهم نمیخونیم، ملهم. اگه این الف نبود، اگه این الف کوتاه این وسط نبود، اینجا این الف نبود، این ملهم میشد. اما چون این الف هست اینجا، این میم کش پیدا میکنه میره بالا، میشه ا ما ا ما اعمالهم، اعمالهم، اعمالهم. اینجا الف کش پیدا میکنه میره بالا، میشه همون به اصطلاح الف کشیده. مثال بعدی همین مثال رو ما الان روی شین باز یک الف کوتاه این وسط داریم و این شین، این در مصحف این گونه نوشته میشه، حتی میشه همین شین و مشارق، این کلمه مشارق هست، میشه یک الف بزرگ گذاشت، یک الف بزرگ مشارق رو با یک الف بزرگ هم نوشت، اما در مصحف اینجوری نوشته میشه. این هم همون دقیقا همون حکایت هست، بعد از فتحه شین، اینجا شین فتحه داره، بعد از فتحه یک الف قرار گرفته، این الفی که اینجا هست. این شین هر وقت بعد از، هر وقت بعد از حرکت فتحه الف قرار گرفت، چه این الف به این شکل کوچولو اینجا نوشته شده باشه، چه این الف به شکل بلند خود اصل الف نوشته شده باشه، اون حرفی که روی اون فتحه قرار دارد، اون حرفی که روی اون فتحه قرار داره، اون حرف با صدای آ تلفظ میشه. نمیگه مشرق، مشرق. این شین چون فتحه داره بعدش الف قرار گرفته، شین فتحه دار تبدیل به آ میشه، میشه شا، مشا، مشارق، مشارق، مشارق. کلمه بعدی
میم اینجا مشارقه بود، اونجا چون من مشارقه تلفظ درست شد. اینجا روی میم باز، روی میم ما همین دوباره الف رو داریم، بعد از حرکت فتح یک الف هست، بعد از فتح اینجا نماینده باباش وایستاده و گفتیم حرکت الف انگار که پدر فتح هست و اینجا صدای آ میگیره. چی صدای آ میگیره؟ میم، اون حرفی که ما قبل الفه، حرکتی که ما قبل الف هست که فتحه، این تبدیل به آ میشه. این حرف ما قبل الف آ خونده میشه، میشه اینجا یا باید به همزه خونده بشه، ای ای ما ما، نمیگیم ما، نمیگیم ای منهم، میگیم ای ما، به خاطر این الفه. اگه این الفه نبود ای منهم میشد، اما چون این الف هست باید تلفظ بشه ای ما، ای ما نهم. میمم که به هم میچسته چون ساکن، ای ما نهم، ای ما نهم. خب کلمه بعدی، اینجا ما بعد از قاف باز یک الف داریم، قاف هم فتحه داره و این الف، این قاف صدای آ میگیره، قا میشه، ق نمیشه، میشه قا. اگه بعدش الف نبود میشد ق، چون الف هست میشه قا، ق قا ق قا، فرق میکنه این دو تا با. چطور تلفظ میکنیم؟ میشه یو، این که یو به تنهایی میشه یو، قا یو قا، خاطر این الف میکشیمش، یو قا تلو تلو، یو قا تلو، یو قا تلو، نمیگیم یو قتلو، یو قا تلو. اگه الف نبود میشد یو قتلو، چون الف هست میشه یو قا تلو. خب کلمه بعدی بریم پایین، این کلمه که ماشاءالله همه چیز با هم درش هست، هم الف و هم ساکن و هم تشدید. خب اول بریم سراغ تشدید. گفتیم که تشدید رو، حرفی که تشدید، حرکت حرفی رو که تشدید داره دوبار بعد بخونیم، یک بار به همراه ما قبلش، یک بار هم تنها با حرکت تشدید. خب یک بار به همراه ما قبل چطور میشه؟ میشه ام ام، یه بار هم تنها خودش ما، ام ما، ام ما. خب این که از تلفظ تشدید. اما برسیم بعدی، اینجا بعد از ه ما یک الف داریم دوباره، ه خودش فتحه داره و الف که از جنس فتحه است، بابای فتحه است، بعدش اومده، اینجا صدا ها میشه، نمیشه ها، میشه ها ها. این میم هم به همراه کاف بعد خونده بشه، بقیه هم که حرکات خودش. پس شد ام ما، ام ما ها تو کم، 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 ام ما ها، ام ما ها تو کم. کلمه بعدی، اونجا بعد از جیم الف داریم، جیم بعد بشه جا، جا. چطور میشه؟ یوجا، یوجا دیلو، یوجا دیلو. جیم فقط چون فتحه ای که بعدش الف اومده تبدیل میشه به آ، جیم میشه جا، میشه یوجادیلو، یوجادیلو. کلمه بعدی، نون ساکن به همراه ما قبلش خونده میشه ان زل، این لام به همراه ما قبلش چون ساکنه، ان زل، تا اینجا ان زل. اینجا نون بعدش الف اومده، نون فتحه داره بعدش الف، ان زل، و نا بخونیمش، ان زل نه، انزلناه، انزلناه، انزلناه. حرکت ندیم انه نشه، باز انزلناه نشه، نه انزلناه اشتباه میشه، انزل، ببینید زبون همونجا وای میست، انزلناه، هو نشه باز، اینا نشه انزلناه، هو نه، هو انزل نه هو، انزلناه، انزلناه. اینو چقدر بکشیم الفو؟ به اندازه یک بست، یک اشاره انگشت، به اندازه اگه انگشت باز باشه ببندیمش، خیلی کوتاه، زیادم کش ندیم، باز اون به بحث مد باز بعدن بهش میرسیم. انزلناه، انزلناه، انزلناه نیست اینجا. اگه الف نبود چطور میشد؟ این الفو فرض کنیم نیست، اگه این الف نبود میشد انزلناه، انزلناه، اگه الف نبود، به همراه الف
انزلناه. کلمه بعدی، اینجا ما یک نون داریم که تشدید داره. اول تکلیف اینو مشخص کنیم، بعد برسیم سراغ اون الف. این نون تشدید دار یه بار بعد به همراه ما قبلش خونده بشه، یک بار هم تنها خودش خونده میشه. اولیش چی میشه؟ جن نه، چون گفتیم که فتحه داره دیگه، حرکت دوم فتحه است. یک بار ما قبلش خونده میشه جن، یک بار هم خودش تنها با حرکت تشدید میشه جن نه. اما چون دوباره بعدش یک الف اومده، دیگه حرکت دوم نمیشه نه، میشه نا، چون الف اومده بعدش، میشه جنات. اینجا تم ساکن است، نباید حرکت بکنه. جنات نمیشه. این الف اگر نبود جنت میشد. اگه الف نبود میشد جنت. اما چون الف هست میشه جنات. و اینو ببینیم چطور میشه. این اگر بدون الف باشه، این حرف، این کلمه اگر الف نباشه، این الف کوچولو اینجا میشه اکبرا، چون فتحه داره ساکن نیست، اکبرا اگر الف نبود. چون الف هست چطور باید خونده بشه؟ این که دیگه نباید بشه که، باید بشه کا، باید کا بشه، باید بره بالا، قدرت پیدا میکنه دیگه. هم فتحه هست هم الف، هر دو از یک جنسن، پدر و پسر کنار هم. اکبرا میشه چی؟ اکبرا مجرمی ها، در آیه ادامش اینجوری است. اکبر همون اکابری که ما در فارسی استفاده میکنیم. در فارسی ما با الف بزرگ مینویسیم، در مصحف رسم الخط عثمانی، در مصحفایی که چاپ میشه با این، به این شکل هم نوشته میشه. و این مثال هایی هست بخاطر اینکه متوجه بشیم. اکبرا همون اکابر خودمون، اکبرا. این دو حالت از نوشته ها. به هر حال ما یک بار بلند کاملا الف میاد، مثل کانه، مثل کانه که دیدیم، یا مثلا مثال هایی که دیگه داشتیم، قاله، کلا الف نوشته میشه. بعضی وقتا الف کوتاه، الف کوتاهی هست که در وسط کلمه میاد، ما قبلش فتحه هست. باز احتمال داره یک شکل دیگه هم بیاد، احتمال داره این الف کوتاه بر روی یا بیاد، زیرش یا هست، یک الف کوتاه روش هست و قبلش هم فتحه داره. دوباره همینو کردش، همه این الف ها قبلش فتحه داره، فتحه‌ای که بعدش الف هست. حالا چه اون الف کامل نوشته شده باشه مثل کلمه قاله یا کانه یا خافه، یا مثل مثال هایی که الان ذکر کردیم در وسط کلمه بیاد، مثل جنات یا مثل اعمالهم که الف نوشته نشده یک کوچولو میاد، یا مثل یک یایی هست بعضی وقتا یا، و این روی یا الف میاد. مثلا مثل چی؟ مثل مثال هایی که با هم ببینیم. مثلا اینجا الان این الف روی حرف یا هست، این یا خونده نمیشه، این یا در اصل یه تلفظ نمیشه، همون الفه. این یا، همه این یاهایی که اینجا میبینید، در این اینجا کدومشون یا خونده نمیشن، چون هیچ حرکتی از خودشون ندارن به جای الف. ما در فارسی هم اتفاقا بعضی کلماتی داریم نوشته میشن اما الف خونده میشن، مثل همین کلمات بعضی در فارسی هم ما همینا رو استفاده میکنیم، مثلا عیسی، هدا، ما در فارسی مثلا هدیه، این هداست، اون هداش هم استفاده میشه. حالا بریم سراغ خوندن اینها تا بهتر جا بیفته. مثلا همین کلمه اولی رو در خط اول چطور تلفظ بکنیم؟ کاف که ساکنه به همراه زال باید خونده بشه ذک. حالا این را میمونه و این یا، این الف، ذک را. تلفظ همشون یک شکله، فقط نوشتن فرق میکنه. ذک را. هدا، فریق هدا، در قرآن کریم داریم فریق هدا، هدا یعنی هدایت شد، هدا این ها دا، هدا الف میشه. کاری نداشته باشین که این یه هست، چون روش الف هست الف خونده میشه. مثلا مثال ساده تر که در فارسی هم دقیقا ما داریم، عی، اینجا یا ساکن به همراه این خونده میشه، عی سا. ایسی نمیخونیم ما، ایسی نمیخونیم در فارسی، هم ایسی نمیخونیم، ایسا.
اما یا رو می نویسیم. این حال چرا الف نوشته نمیشه؟ چرا الف نوشته نمیشه؟ خب الف بنویسن خیالمون راحت کنن. این رسم الخط عربی است، به این شکل نوشته میشه، اما اینجوری خونده نمیشه. ما در فارسی هم موسی رو که عیسی رو کسی با الف کمتر مینویسن، در فارسی عیسی با الف هم نوشته میشه، اما اصلش این است مثلا موسی رو کسی با الف نمینویسه دیگه. یا حتی هدا رو هم، هدا رو هم با یا مینویسن. اینها حروفی هستن که نوشته میشن و الف خونده میشه. خلاصه عیسی اینجا این الف خودش کار ما را آسان کرد. این الف نشان از اینه که شما نباید یا بخونید، باید الف بخونید. میشه عیسا، همون الف است روی یا اومد. تنق تنق قاف با ت خونده میشه چون ساکنه. تنق وا، تنق وا، وا سال لا. اینجا لام چون تشدید داره، یک بار به همراه صاد باید خونده بشه، یک بار خودش به تنهایی، و یک بار لامش میشه سال سال، بار تنهاییش بعد لا میشد چون الف بعدش اومده لا میشه. سال لا، سال لا. تن سا، تن سا. تزکا، تزکا. کاف یه بار با زال خونده میشه، یه بار تنها چون بعدش الف اومده کا میشه، کنه میشه، میشه کا. تزکا، تزکا. اح وا، اح وا. واو بعدش الف اح وا میشه. مر ع، مر ع. ف سو، سو وا، سو وا. یه بار واو به همراه سین، یه بار تنها. اگر یا نمی بود فسو وا میشد، اگر این الف نمی بود که روی یا هست میشد فسو وا، فسو وا. چون الف بعد از فتح اومده که همین روی تشدید هست میشه آ، فسو وا، فسو وا. و یک حالت دیگه هم داره که همین تلفظ و همین حرکت روی واو میاد، مثل خواهر. مثلا در فارسی ما هم داریم، در فارسی هم نوشته میشه، ما خواهر می نویسیم، خواهر می نویسیم اما خواهر می خونیم. مثلا خواندن می نویسیم، خواندن می خونیم، خواندن می نویسیم. اینها به هر حال حروفی هستن که ما بهشون میگیم ناخوانا خونده نمیشن، اما حرکتی که روشون قرار میگیره همون الفشون هست. اینا کمترن، این نمونه آخری خیلی کمتره در قرآن کریم، اما باز همون صدای آ هست. یعنی همه اینا همون صدای آ هست، به شکلهای مختلف نوشته میشه. وقتی که بر روی واو قرار بگیره، واوی که مقابلش فتحه داره، واوی که مقابلش فتحه داره، اینو باید دقت بکنید. در مثالهای بالا هم یا وقتی قبلش فتحه داره اینجوری میشه، وقتی که فتحه داره و این الف روش قرار میکره. و خب خوبه که الحمدلله همین علامت الف همیشه هست در مثالها، در خود مصحف قرآن عثمانتاها یا قرآن دیگری این علامت الف همیشه هست، جاهایی که باید آ خونده بشه. وقتی که الف کوتاه بر روی واو قرار بگیره و مقابلش فتحه باشه، مثلا مثل چی؟ مثلا غ دا. اینجا واو هم همون مثل خواهر خودمون در فارسی غادت. این ته گرد، اینو تو ته میگن، این دو تا نقطه‌ای که بالاش هست نشان از اینه که این ه خونده نمیشه دیگه، ته میشه. ما در عربی ته دو نقطه داریم که همون ته فارسی خودمون است. یک ته گرد هم داریم که بهش میگن ته گرد، به این شکل میاد و نوشته میشه. ته به اصطلاح بهش میگن تای تنیس هم میگن، و تای که مثلا در کلمه فاطمه، فاطمه تون است، در اصلش گرد میشه. اینا وقتی که روی این ته، این ته وقتی که توقف بشه ه خونده میشه. اگر جدا بخونیم، اگر ادامه بدیم همون ته خونده میشه. غداتی، غدا، غداتی، غداتی. مشکات، مشکاتی. یه خط سرخ بخاطر اینه که ورد عربی اینو تشخیص نداده، اما تو مصحف نوشته میشه به این شکل. مشکاتی، مشکاتی. مش شین ساکن است، کاتی. و واحده، و اینجا وامش الف هست، واحده، واحده. حیات، حیات. ها یا اینجا ها یا و نمیشه حیات، چون بعد از فتحه الف قرار گرفته. گرچه روی واو هست گفتیم، چه روی واو باشه چه روی یا باشه فرقی نمی کنه، همون تلفظ رو داره. حیات، حیات. اب و بیها، اب و بیها، اب و بها. اینها مثال هایی بود از حرکت کشیده آ. من 20 دقیقه باقی مانده رو
اجازه بدید که تماسه شما عزیزان رو داشته باشیم در طرف تلاوت سوره مبارکه حمد و سوره مبارکه ناس. یک فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم ان شاء الله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با شماره، با تماس های شما عزیزان و تلاوت های شما. خوبن با ما باشید. وهدي الرسول إمام الورى وأقف طريقا به الصالحون مضوا للرشاد وحازوا العلا ففيه السعادة فيه الهنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودند أهل قرآن أهل الله وبندگان خاص او هستند. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقف طريقا به الصالحون. السلام مجدد خدمت همه شما خوبان، قرآن دوستان و عزیزان بیننده. امروز برنامه می‌دونم خسته کردم شما را در این برنامه، انشاءالله بنده رو معاف بفرمایید. هدف فقط تمرین بیشتر بود، هدف این که ما بهتر بتونیم اون چیزی رو که در این برنامه مطرح میشه بهتر بتونیم کنها رو در ذهن بسپاریم و بهتر بتونیم کنها رو در کلام الله مجید انشاءالله تلفظ بکنیم و راهش انشاءالله برامون آسان تر بشه. تماس های شما عزیزان رو انشاءالله با شماره که زنویس میشه براتون با این شماره انشاءالله تماس بگیرید و پیشا پیش من خواهش بنده از همه شما عزیزان این هست که سوال هایی که مربوط به روخانی قرآن کریم هست و مطرح بفرمایید. از هر گونه سوالی خارج از موضوع به احترام کلام الله مجید پرهیز بفرمایید و یا سوره مبارکه هم یا سوره مبارکه ناس رو هر کدوم که دوست داشتید تلاوت بکنید، انشاءالله بنده در خدمت شما عزیزان خواهم بود و تمریناتی هم داریم اگر دوست داشتید انشاءالله، چون وقت کم هست من زیاد اصراری رو تمرین ها ندارم. اگر دوست داشتید تمرین ها رو در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تماس اول رو به نام الله متعال میگیریم. سلام علیکم، روخانی قرآن کریم بفرمایید. بیننده گرامی سلام بر شما، بفرمایید. صحبت بفرمایید، دو خط هستید. سلام بر شما. سلام علیکم، روخانی قرآن کریم بفرمایید. الو. سلام بر شما، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. خودتون معرفی میکنید قربان؟ سلام عرض میکنم. علیکم السلام. میخوام کلمات بگم اصلا. میخواید کلمات رو مشاهده بکنید. احمد جان این کلمات رو روی آنتر داشته باشید. هر وقت تصویر برای شما رسید شروع بکنید از خط اول شما تلفظ بکنید برامون. اسمتونم بگید تا تصویر میاد خدمتتون. حسین هستم از کردستان. حسین آقا. بفرمایید حسین آقا، فکر کنم دیگه الان باید تصویر رسیده باشه خدمت. تصویر نیومده آقای اسلی. یکی دو ثانیه دیگه صبر کنید رسیده انشاءالله. باشه دیگه. هر وقت رسید خودتون شروع کنید. بله بله اومده آقای اسلی. بفرمایید از همون خط اول شروع کنید. تا به احسنتم. بعدی با ته. احسنتم. زاده. بله. رانه. ماشاءالله. کانه. احسنت. آده. بله. واقع. ماشاءالله. نامه. جاهده. بله. آفره. احسنتم. همینقدر کافیه. از سوره مبارکه حمد و سوره مبارکه ناس کدوم رو انتخاب میفرمایید حسین آقا؟ سوره حمد و سلیمانی. بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما شاء الله ما شاء الله العظيم. ما شاء الله. فقط حسین آقا در کلمه مالکی یه کمی اگر کمتر سعی کنید زیاد کش پیدا نکنه، مالکی نشه مالکی یوم الدین، زیاد کش پیدا نکنه، مالکی مالکی یوم الدین و صراط زیاد نکشید، صراطنا صراط الذین صراط الذین دستون در نکنه. سلیمانی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. متشکرم. السلام علیکم. میخوانی قرآن کریم بفهمید؟ بیننده گرامی بفهمید. قطع شد تماسشون. السلام علیکم. میخوانی قرآن کریم بفهمید؟ سلام بیننده گرامی بفهمید. سلام علیکم. صدای ما را از تلفن بشنوید بفهمید. سلام بر شما بفهمید. صداش بفهمید خواهرم، بفهمید. گوشی تلفن رو نزدیکتر بگیرید تا صداتون رو بهتر داشته باشین. بفهمید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ماشاءالله. فقط دقت بکنید کلمه الرحمن رو زیاد نکشین، الرحمن نشه، الرحمن، چه در بسم الله الرحمن الرحیم چه در خود الرحمن الرحیم در سوره هم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم نکشین زیاد، الرحمن الرحیم. احسنتم. و اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، نون باید بچسبه به صاد، اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم. احسنتم. متشکرم از تماس شما. ممنونم از تماس شما. خدا نگهدار شما. سلام علیکم. رو خوانی قرآن کریم بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام. من شما هستم از تاجیکستان. یک بار دیگه نامتون رو ذکر بکنید. سوره هم رو میخواهم بخونم. سوره هم رو میخواهید بخونید. نامتون چیه قربان؟ عثمان هستم تاجیکستان. عثمان جان، خوش آمدی عثمان جان، بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما شاء الله. أحسنتم. ما شاء الله ما شاء الله. عثمان جان بسیار عالی بود. نفستون هم که کم میارین انشاءالله در بزرگ بشین خوب بشه، انشاءالله نفستون بزرگ بشه. خیلی ممنون از تماس شما. متشکرم. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفهمید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی میکنید قربان؟ بله. سوالی هستم از تاجیکستان. متوجه اسمتون نشدم. در سوره حمد ما مشارکت میکنید یا سوره ناس؟
سوره حمد میخوام بخونم. بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله. فقط برادرم مد نظرتون باشه که غیر المغ مغه نشه، غیر المغضوب، غیر المغضوب کش ندین، مغه نشه، غیر المغه نشه، غیر المغضوب. متشکرم از تماس شما. موفق باشید. خدا نگهدارش. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمید. سلامت باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید خواهرم؟ شما رو خط هستید، بفرمایید. تماسشون ظاهرا قطع شد. سلام علیکم. سلام بر شما، بفرمایید. برنامه رو خوانی قرآن کریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. بسم الله. بخونید. بسم الله. اما جان بسم الله سوره الحمد میخواید بخونید؟ بخونید قربان. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. عمو جان چند ساله هستین شما؟ الو رفتین؟ نرفتن ولی حواسشون به تراحت خودشونه. من خداحافظی میکنم با شما. متشکرم از تماس شما. سلام علیکم روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام بر شما بیننده گرامی، بفرمایید. وصال حق است؟ مثال حق است. برنامه رو خوانی قرآن کریم، خودتون رو معرفی میکنید خواهرم؟ فرحنوش هستم از تاجیکستان. خوش آمدید خواهرم. سوره حمد رو تلاوت میکنید یا سوره ناس رو؟ سوره ناس رو. و چند تا سوال داشتم، میتونم بپرسم؟ اگر در موضوع برنامه یعنی رو خوانی قرآن کریم است در خدمت شما هستم، اگر در غیر از موضوع است اجازه بدید در برنامه های مربوط مطرح میشه. اول میتونم سوالاتم رو بپرسم؟ عرض کردم اگر در موضوع روخانی قرآن کریم هست بفرمایید، اگر در غیر از موضوع روخانی قرآن کریم هست اجازه بدین در برنامه فتوا مطرح کنیم. اگر ما در نمازها سوره های دراستر رو تلاوت کنیم، مثلا سوره واقعه یا الرحمن رو، و اگر بخواهیم که قسمتی اون رو در یک رکعت اول بخوانیم و قسمتی از اون رو در رکعت دوم، از کجا باید تقسیم کنیم؟ یعنی من ان شاء الله پاسخ خواهم داد. و سوال دوم، به خاطر اینکه حفظ قرآن را فراموش نکنیم، یعنی زیاد حفظ کنیم و فراموش نکنیم، چیکار باید کنیم؟ بله تلاوت کنید سوره ناس را، بفهمید خواهرم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ما شاء الله، أحسنتم. ما شاء الله. جواب سؤالتون ان شاء الله استبيتون دارف کنید. متشکرم. حفظ کردن قرآن و برامون محسرتون. الله تعالی نصیب همه عزیزانی که دوست دارن بگردن. موفق باشید. اجازه بدید من پاسخ به سوالات این خواهرمون رو بدم. درباره موضوع تلاوت در سوره، در رکعت‌های نماز که چند آیه تلاوت بکنید و سوره بلندی رو که میخواید تلاوت بکنید، محدودیت وجود نداره برای تعداد آیات تلاوت شده در یک آیه که چقدر باشه، هرچی بیشتر بهتر، اما کمترینش حداقل به حدی باشه که بشه اسم اون رو تلاوت گذاشت و فقها گفتن حداقل از 3 آیه کمتر نباشه، مثلا که حداقل اسم تلاوت براش اطلاق بشه. اگر میخواید در سوره های مثل واقعه یا رحمان یا هر سوره دیگری که دوست دارید شما این سوره ها رو در رکعت های نماز تقسیم بندی بکنید، از 3-4 آیه که بیشتر شد دیگه آزاد هستید، هر جا که دوست دارید. سعی بکنید اگر با معانی آشنا هستید سعی کنید یک جای معانی بهتر اینه کنه، اگر معنا به جای تکمیل بشه بعد عوض کنید رکعت رو، و اگر هم معنی بلد نیستید میتونید هر جا که دوست دارید پایان صفحه، نصف صفحه، هر جا که دوست دارید تقسیم بندی بکنید. درباره اینکه چیکار کنیم که حفظمون فراموش نشه، تکرار مستمر و برنامه‌ریزی مداوم، یک برنامه‌ریزی منظم و تکرار مستمر روزانه باید یک وقتی رو برای خودتون تخصیص بکنید، اختصاص بدین، یک مقداری رو کفز کردید حتما تکرار بکنید به صورت مستمر، و اون چیزی رو که در 10 روز گذشته حفظ میکنید هر روز باید تکرار بکنید حداقل یک بار، حداقل یک بار. اونایی که چند روز گذشته، 4-5 روز گذشته حفظ کردید باید بیشتر تکرار بکنید. سعی بکنید یک همکاری داشته باشید، یک نفری همراه شما باشه که از شما گوش بکنه تلاوت شما رو، و اگر استادی هست، همکاری هست، از فامیل، دوست، آشنا مجبور بکنه شما رو روزانه از شما یک چیزی گوش بکنه، بهترین کمک میکنه به شما. اما اصل موضوع برنامه‌ریزی مرتب، و مهمتر از برنامه‌ریزی پایبندی به اون برنامه‌ای که دارید، هر روز بعد جزئی از برنامه زندگی شما باشه که بتونید ان شاء الله مستمر باشید. احمد جان به من بگید که چند دقیقه وقت دارم. یک دقیقه. سلام علیکم بیننده بعدی، بفرمایید. الو سلام علیکم. روحانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم. سلام بر شما، بفرمایید. هلاله. بفرمایید. الو سلام علیکم، بفرمایید. سلام بر شما، صدای شما رو دارم، بفرمایید. سوره حمد رو میخونید یا سوره ناس رو؟ حمد. بسم الله مجان. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. ما شاء الله ما شاء الله مجان، خیلی ممنونم از تماس شما. خبر داشت کموش یک دقیقه بیشتر وقت نداره، تونتون خوند و تمامش کرد تلاوتشو که وقت برنامه پایان رسید. از همه عزیزانی که تمام این خطای 18 خطی چوری من پره، همه عزیزانی که پشت خط موندن از همه اون عزیزان معذرت میخوام، و ان شاء الله سعی میکنیم تا برنامه بعدی فرصت بیشتری رو در خدمت شما خوبان و عزیزان باشیم، و تا برنامه بعد همه شما خوبان و عزیزان رو بر لوح متعال میسپارم. الله یارو نگهدارش.